اوکی okay, تموم شد اسکنمون ویدیو قبلی داشت خیلی طولانی میشه این آوتپوت یک کلی نوشته داره کلی خروجی داده اینا آنالیز دونه به دونه پورتایی که پیدا کرده مثلا پورت 465 TCP اوپن SSL SMTP رو رانه این همه دیتیل بهمون داده دلیلش اینه که این یک ابزار بسیار قدرتمند در حوزه آنالیز شبکه است. آنالیز آی پی و حالا هاست و غیره اون چیزی که ما الان ازش نیاز داریم اینه توی تب پورت و هاست که بیاید بهتون میگه چه پورت هایی بازه با چه پروتکل هایی مثلا پروتکل های تی سی پی همشون استیت همشون اوپنه و خب سرویس مثلا اف تی پی اس ام تی پی دامین آی مپ اچ پی اس ام تی پی آی پاپ 3 و ما گفته رو اینا ران الان تا همینجا ما نیاز بیشتر نداریم که از Nmap بخوایم استفاده کنیم گفتم Nmap خیلی گسترده است خیلی هم قویه ولی الان ما در همین حدش رو بیشتر نیاز نداریم توی حالت کامند لاینش هم که میشد اینجا توی خروجیش با دستور این مپ میاد به ما پورت های باز رو و سرویس هایی که روش ران هست و میده این همون حالا حالت گرافیکیش که با حالت گرافیکیش راحت یه جا ممکنه حالت گرافیکی نباشه از CLI استفاده کنیم کالر هشت بود فکر کنم نه هفت بود سفید بود کالر هفت خب حالا می‌خوایم تلنت رو تست کنیم این که تلنت چی هستش جلسه بعد توضیح میدیم ولی اینکه الان به چه درد ما میخوره اینجاست تایپ میکنیم تلنت مثلا www.learnfiles.com چه اتفاقی میفته؟ الان شروع میکنه با استفاده از ابزار تلنت نه اون پورت تلنت که میشه 23 ابزار تلنت الان تلنت یک نرم مثلا یک ابزاره تحت کامندانی داره کار میکنه میخواد وصل شه به learnfiles.com چون براش پورتی مشخص نکردیم بعد از IP یا URL سایته خودش بای دیفالت میره سراغ پورت 23 ما دیدیم توی این خروجیمون که پورت 23 اینجا بست است پورت 23 اینجا باز نیستش ولی مثلا پورت 21 بازه که ما میشه به FTP تلنت www.learnfiles.com پورت 21 میبینید؟ وست شد آته کامل بس نشده به خاطر سکیوریتی سایت کاری به اینش نداری منظور اینه که اگر یک پورتی باز باشه ما ریاکشنی که از تلنت دریافت میکنیم یه همچین چیزیه اینو بیایم ازش بیرون تا درد سر نشده یه بادی پس اگر تلنت کار کنه برای باز بودن یعنی بخواد به ما بگه که آقا فلان پورت بازه یا صفحه سیاه میشه مثلا اینجوری www. ببخشید تلنت yahoo.com پورت هشتادش مثلا میدونیم بازه صفحه سیاه میشه بهمون اون ارور نمیده اگر بسته باشه مثلا میزنیم تلنت yahoo.com مثلا پورت یه همچین پورتی پورت یه همچین پورتی میخوایم می ببینیم بازی هست میمونه روی کانکتینگ چون هیچ اتصالی برقرار نمیشه تلنت در حقیقت این کامپیوتر ماه این سرور یاهو همون آی پی است همون تارگت است که داریم تست میکنیم ببینیم پورتش بازی یا نه 65535 تا پورت داره درسته کلی پورت تصور کن اینا تعدادشون 65535 تا وقتی تایپ میکنیم تلنت مثلا یاهو دات کام اول از همه بدون اینکه براش مشخص کنیم چه پورتی باشه تلنت یاهو دات کام میره سراغ پورت 23 مثلا اینه وصل میشه اگر تلنت روی این پورت سرویس تلنت روی این پورت فعال باشه بالا صفحه سیاه میشه یوزرنیم پسورد میخواد یک ریاکشنی نشون میده اگر نباشه اینجوری روی کانکتینگ میمونه و در نهایت هم ایرور میده وقتی تایپ میکنید تلنت اون آی پی اون تارگته اون وبسایت بعد مثلا بهش میگید پورت 80 خب مثلا یاهو الان پورت 80 اش بازه تلنت میزنه به پورت 80 و و وصل میشه ببینید الان این روی کانکتینگ تو یاهو دات موند چرا چون که این پورت باز نیست پورت 45 4523، پورت بسته است این از داستان استفاده از تلنت و انمپ حالا بریم جلسه بعد در مورد خود تلنت ماهیت تلنت صحبت کنیم